خب یه دعا بکنیم اول. خداوند تو رو شکر میکنم به نام عیسی مسیح. ممنونم برای خداوندی تو. ممنونم برای این حضور نوازشگر تو. ممنونم برای اینکه میتونیم به تو اعتماد کنیم. تو رو صخره خودمون بدونیم. تو رو مأوای خودمون بدونیم. شکر خداوند. خداوند دعا میکنم که امروز بتونیم به تو نزدیکتر بشیم. در این مشارکتی که داریم بتونیم این دوستی ها، این برادر و خواهری ها رو برکت یافته از طرف تو ببینیم و براش ارزش بیشتری قائل باشیم و در واقع به تو نزدیکتر بشیم. ای خداوند ممنونم. ممنونم برای اینکه تو مایلی که با ما حرف بزنی و ما رو عوض کنی. به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. خب امروز میخواستم راجع به یه موضوع اول فکر کنیم. ما ایرانی ها همیشه خیلی دوست داریم که هدیه بدیم به کسی یا حتی هدیه بگیریم. اصلا این یه رسمیه که خیلی دوست داشتنیه برای همه ماها و ما هم توش خیلی قوی هستیم. ما ایرانی ها همه دارن ولی ماها یکم قوی تر هستیم. ولی وقتی که ما میخواییم به یکی هدیه بدیم، چه هدفی داریم از این هدیه دادن؟ یکم فکر بکنیم ببینیم چه هدفی داریم. مثلا یکی خونه میگیره، ما میریم برای دیدن خونهش یه هدیه میگیریم، یا یه کسی تولدشه، یا یه کسی بچه به دنیا آورده. در هر صورت عید کریسمس هرچی، ما دوست داریم که با دست پر بریم خونه یه کسی. من خودم شخصا وقتی که میخوام به کسی هدیه بدم، هر چقدر حتی کوچیکم باشه، ولی برام مهمه که ببخشید من صدام کمی گرفته، حتی اگر هدیه که بخوام بدم کوچیک باشه، ولی دوست دارم برم تو دنیای اون طرف، مثلا نگاه کنم ببینم اون چه چیزی دوست داره. یعنی همینجوری نمیرم مثلا بگم که خب این گلدون رو بردارم بدم. مثلا فکر میکنم خونش چجوریه، چه رنگ لباسایی میپوشه که مثلا بیشتر میبینم اون رنگا رو بیشتر دوست داره. در اصل میرم توی دنیای اون و فکر میکنم به این که اون چه علاقه ای داره. چون فکر میکنم هدیه دادن هم نشون میده که ما برای طرف ارزش قائلیم، همینم که ارتباطا رو محکمتر میکنه. آدم میفهمه که برای یکی ارزش قائل هست. و در هر صورت خیلی برام مهمه من خودم که ببینم سلیقه طرف چیه، چقدر چه چیزی رو میتونم بهش بدم که باعث خوشحالیش بشه. خیلی وقتا هم شده که شاید شما هدیه‌ای به کسی دادید و کسی اصلا استفاده نکرده. آدم هدیه رو میده به کسی که اون شخص استفاده کنه و ازش خوشحال باشه. من چند وقت پیش بود با یکی میرفتم بیرون، گفت خب من این هدیه رو میدم. رفتیم خرید، گفت من این هدیه رو میدم، خواست استفاده کنه نخواست، نه من دیگه وقت ندارم. یعنی وقتی نگذاشته بود برای اینکه بخواد ببینه اون چی دوست داره. و یا چند و چند سال پیش بود، من و ادوارد رفتیم خونه یه نفر، یکی از اعضای کلیسای یک کشور دیگه ای بودن. وقتی که رفتیم اون شخص رو ما زیاد نمیشناختیم، دو سه مرتبه توی جلساتی که تو همون کنفرانسی بود دیده بودیم. بعد به اصرار گفتش که بیاید خونمون، بیاید خونمون. ما رفتیم، حالا کشور غریب ها، اصلا نمیدونیم گل فروشی کجاست، از هتل باید میرفتیم، خیلی بیگانه، نمیدونستیم کدوم گل فروشی بریم، کدوم جا بریم. در حسرت جاهایی رو پیدا کردیم، اول اینجا رو گفتیم نه اینجا خوب نیست، رفتیم یه جای دیگه. در حسرت در حد دانشمون که اون کشور چجوریه و ما هم بدون ماشین حالا اونجا اونو پیدا کردیم، یه گلی خریدیم که فکر کردیم به نظر خودمون خیلی گل خوبی میامد. ولی وقتی رفتیم اون شخصی نگاهی کرد و اینو انداخت اون ور. یعنی اصلا این منظره رو من هیچ وقت یادم نمیره. تو تمام طول مهمونی من فقط به این فکر بودم که
من چرا این گلو آوردم؟ کاش که اصلا هیچی نمی آوردم. من به نظر خودم مثلا تنها جایی که پیدا کردم اینجا بود و این گلو آوردم. ولی در حسرت چقدر به آدم بر میخوره وقتی چنین چیزهایی رو آدم میبینه. توی اول پتروس باب 4 آیه 10 اینو بخونیم. میگه همچون مباشران امین بر فیض گوناگون خدا یکدیگر را با هر عطایی که یافته اید خدمت کنید. یعنی چیه؟ ما یه هدیه هایی از طرف خدا دریافت کردیم که با اون هدیه ها یکدیگر رو باید خدمت بکنیم. یا در متی 25 از آیه 14 که میگه یه شخصی یه حاکمی میخواسته بره سفر، خادمین خودش رو صدا میکنه، به هر کی به حسب توانایی خودش، توانایی اون خادما، به یکی یه 5 سکه میده، به یکی 2 تا سکه میده، به یکی 1 سکه میده و بعد میره مسافرت. وقتی که برمیگرده میبینه که به اونا رو صدا میکنه و میگه چه کار کردید؟ اون کسی که 5 تا داشته روی اون کار کرده و اون 5 تا شده 10 تا، اونی که 2 تا داشته روی اون 2 تا کار کرده شده 4 تا، به یکی هم که یه دونه داده بود چون تواناییشو میدونست که کمه، اون یه دونه رو میاد میگه من اینو توی دستمالی پیچیدم جای مطمئن و امن گذاشتم تا اینکه تو برمیگردی اینو صحیح و سالم بدم، چون میدونم که خیلی حاکم سختگیری هستی و امکان داره از چیزی که ندادی بخوای که از من بگیری، پس من اینو محکم نگه داشتم و دادم. اون حاکم به اون خادم اول میگه آفرین به تو که انقدر امین بودی، پس تو رو الان به کارهای بزرگتری میگمارم. به خادم دومی هم میگه آفرین به تو که کار کردی رو این بر حسب تواناییت، پس تو هم به کارهای بزرگتر میگمارم. ولی به خادم سومی میگه که اون خادم سومی کار بدی نکرده بود، نه گمش کرده بود، نه تو راههای بد اونو خرج کرده بود و خیلی هم خوب از اون نگهداری کرده بود تا به صاحبش پس بده. ولی علتی که اون حاکم اونو محکوم میکنه و بهش میگه ای خادم تنبل و بدکاره، این بودش که هیچ سودی نیاورده بود. میگه پادشاهی خدا اینطوریه، خدا به ما یه هدیه هایی رو داده، یه قنطار هایی رو داده به هر کدوممون نسبت به تواناییمون. شاید یه نفر بتونه خیلی کار کنه به اون بیشتر داده، چون خدا توانایی های ما رو بهتر میدونه. به یکی شاید یه چیز کوچیک داده ولی به همون اندازه براش مهمه. مهم اینه که رو همون یک دونه چجور کار کرده که بخواد اونو بیشترش بکنه، اون خدمتش رو افزایش بده. در حسرت خدا میخواد توی این مثال بگه که همه کارا رو من انجام نباید بدم، شما هم یه سهمی دارید. یعنی یه کارایی هم هست که شماها باید انجام بدید. و سرمایه هایی رو که خدا به عنوان امانت به ما سپرده از ما حساب میخواد. مثل ماشینیه که شاید به سال نمیدونم جالبی باشه یا نباشه. مثلا من ماشینم رو لیز کردم، خیلی خوشحالم، مثل یک هدیه میمونه، چون من اون بودجه رو نداشتم که بخوام ماشین رو کامل بخرم، پس این ماشین رو لیز کردم. در نتیجه مثل یک هدیه است برای من، چون که نه اون پول زیاد رو دادم نه چیزی، ولی امانته، امانتیه که بعدا اونجا از من حساب میخوان اینو اینجوری خوب نگه داشتی یا بد نگه داشتی، چقدر روش مثلا کار کردی، زیادی کار کردی، کم کار کردی، و در هر صورت یه حساب و کتابی از من میخوان. برای این هدایایی هم که خدا به ما داده یه حساب و کتابی از ما میخواد که ما چجوری با اونها رفتار میکنیم، با اون هدیه ها.
ما استعدادهای خیلی خاصی داریم که باید روش تمرکز کنیم و پیدا بکنیم. انرژی ماست، وقت ماست، پول ماست، عقل و شعور و هوش ماست. تمام اینها یک استعدادهایی که به ما داده شده. همه اینا سرمایه‌ایه که خدا به ما داده. خانواده ماست. اونایی که ازدواج کردن، همسرشون، بچه هاشون، همسایه های ما، کار ما، همه اینها یک چیزهایی که خدا به ما بخشیده. و مسیحی بیدار کسیه که حد اکثر استفاده رو از اون چیزهایی که داره به نفع ارباب خودش، به نفع ملکوت خدا به کار بگره. حتی همسایه ما یک برکتی میتونه باشه که ما به اون بدیم، ما باعث نجات او بشیم با شخصیتمون، با رفتارمون و با عملکردمون. نمیدونم خانواده ما چقدر مهمه که ما تو اون خانواده بدرخشیم، توی کارمون، برای بچه هامون، برای هر قسمتمون. اگر انرژی داریم، انرژیمون رو کجا استفاده میکنیم؟ وقتی که داریم و کجا استفاده میکنیم؟ آیا توی این دوره و زمونه آیا فقط وقت ما رو چیزای اجتماعی میگیره، بریم دائم توی اینستاگرام، نمیدونم یوتیوب و این چیزا، یا اینکه برای اون چیزا هم ما مدیریت داریم؟ این خیلی مهمه که ما کجا داریم اون وقتی که به امانت گرفتیم رو داریم استفاده میکنیم. و در حسرت ما متوجه میشیم که همه ماها دعوت شدیم که افراد مفیدی باشیم، مثل عضو بدن مسیح. در بدن ما هیچ عضوی نیستش که مضر باشه. هر کدومش توی جای خودش مفیده. مثلا انگشتامون رو نگاه کنیم، در سه تا چیز با هم دیگه فرق میکنن. یکی شکلشونه، یکی قدشونه، یکی دیگه هم کاربردشونه. آیا میتونیم بگیم یکیش به درد نمیخوره باید بندازیم دور؟ نه، برای ما هم همینطور. یعنی مثل یک بدن، یعنی اون استعدادهایی که به هر کدوم از ما داده، به خاطر اینکه ماها هر کدوممون به طور خاصی هستیم، اون استعدادها خاصه برای ماها که به ما داده و نمیتونیم هیچ کدومشو بگیم به درد نمیخوره. ما به گوسفندانی شبیه شدیم که همه قسمتاش برای شبانش مفیده. حتی سومش، حتی روده هاش که نمیدونم چسب درست میکنن، در ذات همه قسمتاش، پشمش، گوشتش، نمیدونم الان از خونش سوسیسایی درست، در حسد در همه چیزهاش مفیده. ما به اون تشبیه شدیم. یکی از دلایلی که خدا بعد از نجات ما رو روی زمین باقی گذاشت این بود که برای اون مفید باقی بشیم، زندگی هدفمند داشته باشیم و بی ثمر نباشیم. اگه موسی رو به یاد داشته باشیم، وقتی که خدا خواست اون رو به خدمت بگیره، خودش رو قبول نداشت و از مأموریت خدا هی تفره میرفت و دائم میگفت یه کسی دیگه رو بفرست، من نیستم. ولی خدا بهش میگه تو دستت چیه؟ میگه من چیزی ندارم، فقط یه عصاه. میگه با همین عصا برو و من قوت خودم رو با همین عصا نمایان میکنم. یا جدعون، وقتی که خداوند اونو ملاقات میکنه، بهش میگه ای مرد زورآور، یهوه با توست، خدا با توست. جدعون انقدر خودشو باور نداشت، هی به دورورش نگاه میکرد، میگفت شاید با کسی دیگه داره حرف میزنه، ولی خدا با اون داشت حرف میزد و میگفتش که من با تو هستم، پس همین کافیه براش. و بعد جدعون میگه من ضعیفترین هستم توی قومم، کوچیکترین هستم توی خانوادم، دور منو خط بکش، من نیستم. ولی خداوند بهش میگه با همین قوتی که میگی من نیستم، با همین قوتت برو، چون من با تو هستم. و
مدیان رو، اون قومی که اومده بودن اسرائیلیا رو تمام چیزاشون رو تاراج کرده بودن و شکستشون داده بودن، و میگفت همه اونها رو مثل یک نفر، یعنی اون چنان قوتی بدین در اون قوم مثل یک نفر شکست میخورم که این عمل رو ما میبینیم که انجام شد. در هر صورت بیشتر از این که ما خودمون رو قبول داشته باشیم، خدا ما رو قبول داره، نباید بپذیریم. یا ما قدرتش رو نمیدونیم یا باور نداریم به اینکه خدا راست میگه، ما هم میتونیم مفید باشیم. این قنطارهایی که به ما داده رو سختمون میاد به کار بگیریم، یا به خودمون نگاه میکنیم، همش به خدا نگاه نمیکنیم. مثل خیلی از ثروتمندا هستن، بعضی از ثروتمندا، نه همه، چون آدم های خصیصی هن به اون چیزی که دارن نگاه نمیکنن، همیشه فکر میکنن ندارن. و توی مهم شاید یه چیز دیگه، یک نکته دیگه هم هست که خیلی شاید مهم باشه که بدونیم، خدا به هر کدوم ما بر حسب توانایی ما قنطاری بخشیده، سکه‌ای بخشیده، ولی شاید ما اصلا سکه خودمون رو نمیبینیم، اون سرمایه، اون ثروت خودمون رو نمیبینیم، ولی سراغ این هستیم که ببینیم دیگری داره چی کار میکنه، اون یکی چرا بهش کار داده شده، این یکی چرا اینجوریه، چرا من بیکارم. عزیزم تو بیکار نیستی، تو یه جایی قایم کردی این سکه رو، این سکه رو درار، این ثروتی که خدا بهت داده، این قنطاری که خدا به تو داده درار، به کار به دیگران هم اصلا کاری نداشته باش، چون شاید اون 5 تاش شده 10 تا، خدا میخواد که چیز کنه. ولی اگر که ما هم اون یک دونه سکه هم که حتی خدا به ما داده استفاده نکنیم، خدا اون رو از ما میگیره میده به اونی که 5 تا رو بهش داده، زیاد داده بیشترش میکنه. پس بهتره ما همونم استفاده بکنیم، چون حساب باید پس بدیم. و سراغ خدمات دیگرانم نریم، خیلی بهتره به ثروت خودمون نگاه کنیم که خدا چه چیزایی داده. مسیحی بودن ما یه چیزی فراتر از تعمید گرفتنه، فراتر از اینه که ما فرم عضویت پر کنیم یا اینکه یه صلیب به گردنمون بندازیم یا همه جا بگیم ما مسیحی هستیم. مسیحیت ما فراتر از اینه که شاید ما یک رازگاهان خودمون با خودمون داریم، که این خیلی کار خوبیه، صبح بلند میشیم دعامونو میکنیم، کتاب مقدس میخونیم، در هر صورت کاری که لازمه رو انجام میدیم، ولی فراتر از اینه، اینا رابطه افقیه، ولی یه رابطه هم هستش که عمودیه، رابطه ما با دیگران. این یک انضباطی میخواد که ما باید داشته باشیم، یک نظم معاشرتیه که برای خدا خیلی مهمه، که ما باید توی اون تمرین داشته باشیم، که وقتی که ما تمرین میکنیم که این نظم رو داشته باشیم، میتونیم عیسی رو توصیف کنیم، اون قنطارهای خودمون رو به کار بگیریم و یک جا در جا نزنیم. در هر صورت کلام خدا همونجور که خوندیم، هر کدوم از ما یک هدیه مخصوصی رو دریافت کردیم که باید از اون هدیه ها باید در خدمت به یک دیگه، به عنوان مباشرین، به عنوان ناظرین، به عنوان یک کسی که مدیریت داره، از اون استفاده کنه برای ملکوت خدا. ما هر کدوممون خاص هستیم و هدیه خاص داریم. ما با روح القدس مهر شدیم، وقتی که نجات رو پیدا کردیم روح خدا در ما ساکن شد. خداوندم مثل ما، که ما غالبا دست خالی جایی نمیریم، دست خالی نیومد، برای ما یک عالم هدایا داد، ثمر روح، وقتی روحش در ما رو مهر کرد، ثمر روح، محبت، خوشی، پرهیزگاری، فروتنی، تمام اینها هدیه هایی بود که داد و ما باید اونها رو از خودمون نشون بدیم. در اصل فراموش نکنیم که ما خاص هستیم و هدیه خاص داریم. ما با روح القدس مهر شدیم،
روح القدس در ما وارد شده. وقتی که وارد شده با خودش هدیه آورده، دست خالی نیومده. در اول قرنتیان 12:7 میگه به هر یک از آنها تجلی روح برای خیر عمومی داده می شود. یه چیزی که به نفع دیگران باشه. چیزی نداده که ما قایم کنیم فقط برای خودمون. ما بگیم ما عبادتمون رو داریم، ما کلام رو می خونیم، ولی کلام برای چی می خونیم؟ یک مجمع گرده، یعنی ما کلام رو می خونیم برای اینکه برای دیگران خدمت کنیم، برای دیگران زندگی کنیم، برای دیگران بها بدیم، دیگران رو بپذیریم در حضرت، ما با خدا و ما با دیگران. اگر هر کدوم از ما فکر میکنیم که ماها رو دیگران، شبانان یا مسئولین به کار نمیبرن، باید بگم که شاید ما اشتباه فکر میکنیم. شاید که نه، فکر کنم قطعا اشتباه فکر میکنیم. چون اگه بگیم که ما که کاری نمی کنیم تو کلیسا، کسی اصلا ما رو اهمیتی برای ما قائل نیست. ما یک منبع عاطل و باطل هستیم و اصلا انگار خدا هیچ چیزی به ما نداده. یعنی هم خودمون رو کوچیک فکر می کنیم، همین هم که مسئولین رو زیر سوال می بریم که چرا اونا ندادن. ولی فراموش نکنید که او به شما یک توانایی خاصی داده برای خدمت به او. موعظه کردن، درس دادن، سرود خوندن، پیانو زدن، گیتار زدن، همه اینها اگر ما فکر کنیم اینا خدمت های اصلیان، دیدگاه کوتاه ما رو میرسونه. ولی اگر ما فکر کنیم که خوشرویی کردن ما، پذیرفتن دیگران در ما اهمیت داره، این دیدگاه دیدگاهیه که خدا رو خوشحال میکنه، لبخند به لب خدا میاره. در هر صورت شاید ما فکر نکنیم که یه لبخند ما یه خدمته. من به کسانی که توی کلیسای ما هستن و شاید عمری مثل من ازشون گذشته، وقتی که میگن هیچ کاری نیست که بکنیم، یه لیست کار بهشون دادم، گفتم میتونید دعا کنید برای این افراد، تو گروه دعا وصل بشید، یه گروه دعا خودتون اصلا بذارید، یا خودت به تنهایی این مسئولیت و این نظم خدمتی رو داشته باشی که دعا کنی. آیا میتونی با تلفن کردن دل یکی رو شاد کنی؟ خیلی خیلی کارا هستش که آدم میتونه بکنه و باید انجام بده. بسیاری از خدمت ها هستن که خدمت خودجوش اسمش، که از درون یک کسی برمیخیزه. لزومی نداره که یک کسی که کشیشه بیاد به من بگه، یک کسی که خادم مدیره بیاد به من بگه، خودجوشه. و این خدمت خودجوش رو خدا چقدر دوست داره و چقدر مفید هستن. اینا کارایی نیستن که دیگران ما رو منصوب کنن بهش. خیلی از خدمت ها هستش که خدا سپرده، نه شبانان. خیلی مهمه. ما از همیشه به شبانان میگیم شما چرا به ما کار نمیگین؟ چرا به اون کار میگین؟ شاید اون اصلا خودش داره خودجوش میجوشه و داره پیش میره و موفقه. ما کسی رو زیر سوال نبریم، خودمون رو زیر سوال ببریم. یکی از برکتی که من گرفتم، چند وقت پیش یه کنفرانسی بود توی سوئد که برادر جهانینام بودن. من همیشه میگفتم من هیچ وقت پیغام آور نیستم، من واعظ نیستم. نه. بعد برادر جهان منو کشید کنار و گفتش که دیگه این حرفو نزن. جایی که برکت میدی، اونجا اون موقعیتیه که خداوند برای تو فراهم کرده. در هر صورت از این قسمت من توبه کردم که دیگه اینو نگم. مثل جد اون که من کوچکترین هستم و دیگه نگم، بگم خدا یه قنتاری داده، سعی میکنم اینو رشدش بدم، اگر نقص و اینام هست رشدش بدم که درست بشه. حالا در هر صورت خداوندم به ما یه خدمت های سپرده. خدا ها، نه برادر جهان، نه خواهر نسرین، نه نازی، نه ادوارد، هیچ کس. خدا به ما سپرده.
بشارت انفرادیه. کلامش میگه برید امت ها رو شاگرد کنید. ملاقات کردنه که چقدر مهمه که ما دیگران رو براشون ارزش قائل باشیم، بریم در واقعیت های مختلف بریم اونها رو ببینیم. کسی که یکی رو از دست میده احتیاج داره به تسلی. متاسفانه انقدر جامعه الان داره یه جوری سریع پیش میره که همه میگن وقت نداریم، ولی من خودم شخصا خیلی وقتا که گفتم وقت ندارم موقع هایی بوده که در دعا ضعیف بودم. وقتی که میسپارم به خودم میگم خدایا تو صاحب و من ناظر، تنظیم کن که مدیریت خوبی داشته باشم تو زمان و وقتم خداوند بهم داده. بعد بازدید از مریضاست، تسلی دادن یه دل شکسته، چون ما باید کارهایی رو بکنیم که خدا هم میکرد دیگه، از ما هم همونا رو میخواد، یه کارهای بزرگتر از اونم حتی بکنیم. چقدر ما دل شکسته میبینیم، چجوری از کنارشون رد میشیم، حتی نه فقط ایمانداران بلکه برای بی ایمانان چجوری میتونیم عطر خوشبو باشیم، هم در ناجیان ایمانداران هم در حالکان در دیگران. برای همه ما باید اون عطر خوشبو باشیم. بازدید کردن از مسنها، واقعا یه سن خاصیه که آدم احساس میکنه تنها مونده، تنهاست. چقدر مهمه که اونا چون آدم افراد با ارزشی هن، یعنی خداوند بر اون ارزش قائل شده و در کلامش هم میگه اونا رو چقدر باید احترام بکنیم. پس بازدید کردن از کسانی که مسنتر هستن، کسانی که توانایی حرکت ندارن، حتی خرید کردن برای اونها میتونه یه خدمت خودجوش بزرگی باشه. قنتاراتون رو پیدا کنید تو این چیزا. دادن روحیه و تشویق به اشخاصی که مشغول یه کاری هستن، نخواهیم که پاشونو بگیریم. یه مثالی هست که میگه اگه نمیتونی دستشو بگیری پاشو نگیر که بیفته. پس تشویق کردن، یه کسی که داره یه کاری رو میکنه تشویق کنیم، آفرین خیلی خوب داری پیش میری، میبینم که این کارت خیلی رشد کرده. اینا خدمتاییه که وقتی کلام خدا میگه یکدیگر رو برتر از خود بدونید، بپذیرید، اینجاست که این خدمت باید ارائه پیدا کنه. خدمت تلفن، ایمیل کردن برای کسی که محتاج، یعنی ایجاد ارتباط چقدر مهمه. اگر وقتم نداشته باشید میتونید یه ساعت رو در طول هفته بذارید که لااقل دل 3-4 نفر رو شاد کنید. این خدمتیه که خدا خیلی دوست داره. دادن لقمه های روحانی برای رشد ایمان، خیلی یه چیزی آدم میگیره میده، امکان داره همون یک کلیدی باشه برای اینکه یک چراغ خاموش، یک اتاق خاموشی تو زندگی یکی باشه روشنش کنه. دعا کردن، شفاعت برای رفع گره های کور زندگی دیگران. همه مردم و آدم میبینه که چقدر گره های کور تو زندگیشونه، چقدر بستگی هست. با اونا متحد بشید، وقت بذارید. این مهمتر از یک موعظه است، مهمتر از یه سرود خوندن، پیانو زدن، گیتار زدنه. اینا خیلی مهم، مهمتر از اینه که یه مدیریت یه قسمتی رو کردن. اونا خیلی مهمه برای سازماندهی، خیلی مهمه، ولی اینها رو هم خداوند به همون اندازه ارزش قائل براش. متحد شدن با کسی برای اینکه توی یه جنگ روحانیه، احساس میکنه که شیطان بهش حمله میکنه، احساس میکنه زیرش فشارا داره خورد میشه، باهاش متحد آدم بشه. رفع کردن نیازای روحانی، عاطفی و در حدی که آدم میتونه حتی مالی برای افراد نیازمند. نشستن پای درد دل یک نفر و درک کردن بحران او. نمیگم هم چی میگن با اون یه جوری هم دل بشیم که اون چیز غلطی هم که میگه ما بگیم بله درسته فلان، نه، ولی میتونیم شنونده باشیم و بعد حتی میتونیم نصیحت کننده خوبی باشیم. حرف درست رو در موقع درست بزنیم و با شیرینی. نصیحت هم میخواییم بکنیم باید این شرایط رو داشته باشیم. توجه کنیم به یه افراد گمنام. بعضی افراد هستن که کسی زیاد دوستشون نداره،
بعضی ها هستن که اصلا یه گوشه کز کردن همیشه، چون احساس میکنن که ترد شدن، کسی توجه نمیکنه. سراغ اون افراد برید، چون مسیح هم همیشه میگه اون 99 تا گوسفند رو میذاره میره سراغ اون یه نفر. ما خیلی وقتا دوست داریم وقتی که جمع میشیم بریم با کسانی که میشناسیم هی بگیم، بخندیم، وقت بگذرونیم، ولی ببینیم حواسمون جمع باشه. اون قنتاری که شاید قایم کردیم همونه که باید بازش کنیم و بریم سراغ همون یه نفری که الان تنهاست، کسی زیاد تحویلش نمیگیره، گمنامه. شاید همونه، باید از اون پارچه بازش کنیم و استفادهش کنیم. در هر صورت خدا بیشتر از اون که ما خودمون رو قبول کنیم، خدا ما رو قبول داره. با همه ضعفایی که میدونه قبولمون داره و قنتارایی به ما داده که لازمه که دقت کنیم که چه کاری ما میتونیم بکنیم، چه استعدادی رو داریم، چه تواناییایی رو داریم. اگر که وقت دارم این وقت رو چجور استفاده میکنم، این همون وقت قنتاریه که خدا به ما داده. اگر که پول دارم، قنتاریه که خدا داده، این پول رو چجور دارم استفاده میکنم. یا هر چیزی که داریم، اگر توانایی داریم که با مریضا روبرو بشیم، خب من کسی رو داریم تو کلیسامون که عجیب علاقمند هست به افراد مسن. خب این قنتاریه که خدا داده بهش و اون رو استفاده میکنه، میره میبینتشون، باهاشون وقت خوب داره و به خودش چقدر خوش میگذره و به افراد دیگه هم خوش میگذره. یا کسی برای بچه ها دید داره، یا کسی اصلا میگه من خدمتم اینه که من موقعی که تو ایران خدمت میکردم، نمیدونم خواهر هنگام، خواهر خانم برادر منصور رو میشناسید یا نه، ایشون میومد میگفتش که من آوا دخترمو نگه میدارم، چون اون موقع اون کوچیک بود هنگامه، میگفت من آوا رو نگه میدارم به عنوان خدمت، شما برید خدمتی رو بکنید که میتونید. و این خیلی برای من خوب بود، یعنی اون با اون کوچیکیش قنتارش رو شناخته بود که از همین چیز کوچیک هم میتونه استفاده کنه و من چقدر لذت بردم، چون من به جاهای دیگه میتونستم سر بزنم. در هر صورت قنتارهای خودمون رو بشناسیم، سعی کنیم که قایمشون نکنیم یا نادیدهشون نگیریم. همه ما منحصر به فردیم، همه ما. خداوند یه چیزای خاصی داده که به کسی دیگه ای نداده. خدا یه چیز خیلی خاصی به لیدیا دختر کوچیک ما داده که به ادوارد که ناظر کلیساست نداده، چون خاصه، برای همه ما خاصه. پس بهتر این خاصای خودمون رو پیدا کنیم، روش سرمایه گذاری کنیم تا خداوند به ما هم بگه آفرین ای غلام نیک متدین، در چیزهای اندک امین بودی، تو را به چیزهای بزرگ میگمارم. خدا برکتتون بده.